بینندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در نتیجه یک حمله بر طالبان در ولایت نورستان، یک نظامی طالبان را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه گفته که این حمله را روز پنجشنبه 21 سرطان بر نظامیان طالبان در ولسوالی دعاب ولایت نورستان انجام داده است. با گفته یه جبهه مقاومت ملی، پس از درگیری چند ساعته میان دو طرف، نیروهای این جبهه به مواضع خود بازگشتند. در این حال این جبهه از حمله بر فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی رستاق خبر داده و مدعی کشته شدن یک نظامی طالبان و زخمی شدن سه تن دیگر آنان شده است. این جبهه روز شنبه 23 سرطان با نشر خبرنامه گفته که این حمله را دو روز پیش بر جنگجویان طالبان در دروازه ورودی فرماندهی امنیه ولسوالی رستاق تخار انجام داده که در نتیجه یک جنگجوی طالبان کشته شده و سه تن دیگرشان زخمی شده است. با گفته جبهه مقاومت ملی، در این حمله به نیروهایش آسیبی نرسیده است. طالبان اما این حملات را پروپاگند و تبلیغات فیسبوکی می‌خوانند و می‌گویند که این حملات همیشه در فیسبوک و تویتر انجام می‌گردد. با گفته آنان در میدان از حمله و درگیری خبری نیست و مقاومتگران جرأت ورود به افغانستان را ندارند. به نام مقاومت ما چیزی را در روی زمین نمیبینیم. حتی یک قریه هم وجود نداره که به دست امارت اسلامی افغانستان نباشد. تمام خاک کشور را ما کنترل میکنیم. همزمان با این منابع محلی در تخار میگویند که یک زن 30 ساله به نام شیرین گل در روستای گنج علی از مربوطات شهر طالقان مرکز این ولایت به قتل رسیده است. منبع میگوید که این رویداد شب گذشته جمعه 22 سرطان رخ داده است. منابع میگویند تاکنون انگیزه و عامل اصلی این رویداد مشخص نشده است، اما این زن چند روز پیش درخواست مولای مسجد منطقه برای واگذاری بخشی از حولیش که در کنار مسجد است به مسجد روستا خودداری کرده و مولای مسجد با این زن خشمگین بود. طالبان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال منابع محلی در دایکندی میگویند که اعضای طالبان دست کم 6 خانه را که متعلق به نظامیان حکومت پیشین بودند تصاحب کردند. با گفته منابع این خانه ها در شهرک پلیس شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی قرار دارد. یکی از کارمندان پیشین فرماندهی امنیه دایکندی میگوید که حدود یک سال می شود که خانهش در تصرف طالبان است. همچنین منابع محلی در هرات میگویند که طالبان شب گذشته جمعه 22 سرطان بار دیگر میخواستند تا پرچمهای عزاداری محرم را در منطقه شیعه‌نشین محله حاجی عباس پایین کنند، اما با واکنش تند و اعتراض مردم محل مواجه شدند. با گفته یه منابع، گروهی از جوانان در محله حاجی عباس نگذاشتند طالبان پرچم‌های عزاداری را جمع‌آوری کنند. از سوی هم شماری از باشندگان ولایت میدان وردک از ارائه خدمات ضعیف صحی و نبود دوا و تجهیزات طبی در بیشتر مرکزهای صحی این ولایت شکایت می‌کنند. باشندگان میدان وردک و دکتران تایید می‌کنند که پس از منع فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان، مراکز صحی در این ولایت با چالش‌های جدی مواجه شده و بیشتر آنها از عرضه خدمات صحی عاجز ماندن. کمبود کارکنان صحی و دوا و نبود کارمندان صحی زن از چالش هایی است که باشندگان میدان وردک با آنها روبرو هستند.
همزمان با این، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در میدان وردک اعلام کرده است که در پی برخورد یک اتوبوس با ماین در ولسوالی سید آباد این ولایت یک زن جان باخته است و 6 نفر دیگر زخمی شدند. این ریاست روز شنبه 23 سرطان در خبرنامه گفته است که یک موتر مسافربری نوع 580 در ساحه زرنه ولسوالی سید آباد با یک حلقه ماین برجامانده از دوران جنگ با شوروی برخورد کرده است. در همین حال روزنامه دان پاکستان گزارش داده که نیروهای مرزی این کشور روز جمعه 22 سرطان 120 افغان را بازداشت کرده و به طالبان تحویل دادند. طبق این گزارش آنها در مرزهای پاکستان افغانستان و پاکستان ایران به دلیل ورود غیرقانونی به پاکستان بازداشت شدند. همزمان با این آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که با یک هیئت پارلمان آلمان درباره تروریسم و تعامل جامعه جهانی با طالبان گفتگو کرده است. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حالی از موضوع تروریسم در افغانستان صحبت کرده که تیم تحریم‌های سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که طالبان پاکستانی یا TTP بزرگترین گروه تروریستی اکنون در افغانستان مستقر است. طالبان افغان بارها حضور داعش، القاعده و TTP را رد کرده و افزودند که ناامنی‌های پاکستان ریشه در خود این کشور دارد. آنان افزودند که از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری به شمول پاکستان استفاده نخواهد شد. او پر افغانستان باندې د خپل ناکامۍ پلاچ افغانستان مو متهمه افغانستان د چا لپاره خطر ندی. همچنین اتحادیه اروپا با متهم کردن شبکه اجتماعی اکس و نقض قوانین محتوای آنلاین گفته که حساب‌های دارای تیک آبی کاربران را فریب می‌دهد. این اتحادیه گفته که کاربران علامت تیک آبی را به معنی تایید یک حساب می‌دانند، در حالی که در واقع هر کسی می‌تواند تیک آبی بخرد. و خبر اخیر هم این که لطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که امارت اسلامی طالبان در تامین امنیت موفق ترین نظام است و افزود است که دستاوردهای امارت اسلامی در حوزه امنیت شامل تامین امنیت سراسری، مبارزه بی‌امان علیه ناامن کنندگان زندگی روزمره شهروندان، از بین بردن تمامی شبکه‌های آدم‌ربایی، مبارزه با جرایم سایبری، سرکوب قاطع خوارج و سرکوب شورشیان و اختشاشگران است و این اظهارات را امروز شنبه 23 سرطان مطرح کرده است. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.